چند روز پیش داشتم به یه مسئله فکر می‌کردم، اونم این بود که آیا میشه ما یه دونه دستگاه ماینر حرفه‌ای و تخصصی بخریم توی خونمون راه اندازی کنیم و کسب درآمد کنیم، آیا این شدنیه یا نه؟ و خب یه سری چالش‌ها، یه سری دلایل باهاشون مواجه شدم که اینا اگه جلوی ما رو هم نگیرن برای این کار، یعنی مانع اصلی نشن، یه سری چالش‌های خیلی بزرگی هستن به منظور اینکه یه دونه دستگاه ماینر بخریم و توی خونمون راه اندازی کنیم. توی این ویدیو می‌خوام در مورد این چالش‌هایی که من به نظرم چالش‌های بزرگی هستن برای اینکه دستگاه ماینر بخریم توی خونمون استفاده کنیم صحبت کنیم و با هم یکم بحث داشته باشیم در مورد اینکه آیا میشه از دستگاه‌های ماینر توی خونمون استفاده کرد و کسب درآمد کنیم یا نه. پس بزنیم بریم. من انسان هستم و اینجا ویدیو آردو و تو این کانال به صورت هفته‌ای دوبار ویدیوهای با موضوعات پول، تکنولوژی و کسب درآمد از اینترنت منتشر می‌کنیم که اگر به این موضوعات علاقه‌مند بودین، می‌تونید با سابسکرایب کردن کانال کمک بزرگی بهمون کنین. اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین توی حالت اول قرار بدین تا هر وقت یه پست جدید از کانال ما منتشر شد بهتون خبر داده بشه و بتونین تشریف بیارین و پست جدید ما رو تماشا کنین. خب بریم سراغ بحثمون، اینکه آیا میشه از دستگاه‌های ماینر توی خونه استفاده کنیم و کسب درآمد کنیم؟ این شدنیه یا شدنی نیستش؟ من خودم خب دوست داشتم که بتونم این کار رو انجام بدم و یه سرچی زدم که آیا این کاره، یعنی استفاده از دستگاه ماینر توی خونه، شدنی هست یا نه. البته این رو در نظر داشته باشین، استفاده از دستگاه ماینر توی خونه غیر قانونی هستش، ولی در کنار این مسئله، یعنی غیر قانونی بودن استفاده از دستگاه‌های ماینر توی خونه ها، یه سری چالش‌های دیگه هم هستن که باعث میشن که جلوی ما رو بگیرن، یه مانع‌های بزرگی هستن برای اینکه از دستگاه ماینر توی خونه‌مون استفاده کنیم. ببینید، اولین چالشی که هستش و شاید بتونه مهم‌ترین چالشی که هستش برای استفاده از دستگاه ماینر توی خونه، میزان استفاده برق این دستگاه هستش. این سایت فروشگاه دستگاه های ماینره که البته باش کاری نداریم، من میخوام یه سری اطلاعات رو اینجا چک کنم، لینک سایت هم اگه خواستیم براتون میذارم این پایین. ولی خب این دستگاه های موجود توی این سایت هستش، دستگاه های ماینری که داره این سایت میفروشه. ببین این قسمت هزینه برق ماهانه هر یک از این دستگاه ها رو نوشته. ببین این ماینر هزینه برقش 274,000 تومانه، یعنی روی قبض برقتون 274,000 تومن میاد روش، 257,000 تومنه این ماینره به صورت ماهانه هزینه برقشه. هزینه برق صنعتیش هم هستش، هزینه برق خونگی متفاوته با این و اون چیزی که من میدونم به صرفه نیستش، البته بعضی میگن کمتر، بعضی میگن بیشتره، ولی خب این هزینه که نوشته، هزینه برقی که نوشته، هزینه برق تعرفه صنعتی هست. ببین مثلا اینو داریم 264,000 تومان، شاید بگین اینا ماینرهای خیلی خفنی ان و اینا اینقدر مصرف برقشون بالاست. بذاریم مثلا ماینرهای اینجا رو ببینید، اینا مثلا نسخه های ارزون تر، نسخه های ضعیف تر ماینرها هستن، 110,000 تومان، 81,000 تومان، 102,000 تومان، 103,000 تومان، اینا رو در نظر بگیریم. پس یه دونه حداقل ماینر حدود 100,000 تومان مصرف برق ماهانش هستش، میزان هزینه‌ای که باید به برقش اختصاص بدیم. اینو در نظر بگیریم، مثلا توی ماه‌های قبلی شما یک میزان مصرف مشخصی دارین دیگه، خودتون میدونید دیگه، قبض برقتون معمولا یه عدد خاصیه. حالا تو تابستون که مصرف کولرها میره بالاتر بیشتر میشه، توی زمستون احتمالا کمتر میشه، ولی خب حول یه محور خاصی میگرده. فرض کنید مصرف برقتون و قبض برقتون توی ماه‌های گذشته به صورت میانگین 100,000 تومان بوده، یهو بشه 200,000 تومان، یهو بشه 300,000 تومان این مصرف برقی بیاد روش. و خب چون این دستگاه ها غیر قانونی هستن، امکان این که شناسایی بشه این دستگاه ماینره و اینکه شما دارین استفاده میکنین بالاست. پس اینو در نظر بگیرید. البته بجز میزان مصرف خود ماینر، یه سری هزینه های برق دیگه هم هستن، الان بهتون میگم یه سری هزینه های برق دیگه هم باید بذاریم. پس مهمترین و بیشترین چالشی که پیش روی ماست برای استفاده از دستگاه های ماینر تو خونمون، میزان مصرف برقشون هستش. علت دوم و چالش دوم چیه؟ چالش دوم اینه که دستگاه های ماینر صدای خیلی خیلی زیادی دارن. در کنار صدای زیاد، این علت دوم. علت سوم، گرمای زیادی تولید میکنن. شاید براتون سوال پیش بیاد دستگاه ماینر مگه چقدر صدا داره؟ دستگاه ماینر مگه چقدر گرما تولید میکنه؟ مگه یه دونه کامپیوتر نیستش برای ماین کردن؟ چرا باید میزان گرما و میزان صدایی که تولید میکنه زیاد باشه؟ مگه مثل یه کامپیوتر نیست؟ کامپیوتر ما داریم تو خونمون زیاد نه صدا داره نه گرمای خاصی تولید میکنه. اگه بخوایم به صورت مفصل بدونیم در مورد این موضوع، ما قبلا یه دونه ویدیو ضبط کرده بودیم در مورد اینکه اصلا ماینر چیه و لینکش رو این بالا یا این بالا براتون میذارم، از این بالا میتونید نگاه کنید توی دیسکریپشن و توضیحات این ویدیو هم لینکش رو میذارم که اگر خواستین در مورد ماینرها اطلاعات کسب کنین اون ویدیو رو ببینید.
ولی علتش رو اگر بخوام به صورت خیلی سریع بهتون توضیح بدم اینه که خب دستگاه ماینر 24 ساعته روشنه و حداکثر توانش رو داره استفاده میکنه، یعنی 100% قطعاتش درگیر هستش، به صورت 100% درگیره. الان که من دارم از کامپیوترم استفاده میکنم، همین الان حدودا مثلا 20% قطعات درگیرن، 20% قطعات دارن کار میکنن، حداکثر توانشون کار نمیکنن. ولی خب توی دستگاه ماینر تمامی قطعات در حداکثر توانشون به صورت 24 ساعته دارن فعالیت میکنن، بدون وقفه دارن فعالیت میکنن، به خاطر همین گرمای زیادی تولید میکنن. به خاطر اینکه این گرما آسیب نزنه به قطعات خود ماینر، دو تا فن داره ماینر که این فنا همیشه میچرخن، با سرعت بالا میچرخن و باعث میشن صدای واقعا زیادی تولید کنن و توی آپارتمان معمولا نمیشه استفاده کرد. اون چیزی که من شنیدم و توی اینترنت ویدیوهاش رو دیدم، نمیتونه از دستگاه ماینر استفاده کنه. توی خونه های معمولی هم صداش اذیت کننده است تا حدودی، یعنی خونه ویلایی هم صداش اذیت کننده هستش. البته برای حل مشکل صدا دستگاه هایی هستش به اسم دستگاه های سایلنت، باکس سایلنت. یه سری باکس هن جعبه های بزرگ هن که دستگاه ماینر رو میذارن داخلش و وقتی دستگاه ماینر رو میذاریم داخلش، صداش یکم این دستگاه باکس سایلنت کمتر میکنه، اذیت کمتری داره این صدایی که دستگاه ماینر تولید میکنه، ولی همچنان اون گرماش وجود داره. برای اینکه این گرما رو کنترل کنن شما نیاز دارین یک کولر استفاده کنین، کولر گازی، کولر آبی، یا حتی اون باکس سایلنت ها معمولا یه سیستم تهویه دارن. اینا مصرف برق دارن 24 ساعته، اون باید سیستم تهویهش روشن باشه، کولرتون روشن باشه یا کولر آبی دارین، گازی دارین، روشن باشه که بتونه جریان هوای خوبی رو تو اون محیطی که ماینر هستش تولید کنه که ماینر داغ نکنه، قطعاتش نسوزن. این از این. پس این سه تا چالشی بودن که یکم کارو سخت میکنم برای اینکه ما از دستگاه های ماینر توی خونه استفاده کنیم و به نظرم شدنی نیستش، حداقل برای من. شاید بعضیا استفاده میکنن توی خونهشون، ولی خب من میخواستم خودم تحقیق کنم ببینم خودم میتونم استفاده کنم یا نه. با این اوصاف، یعنی اینکه غیر قانونیه، احتمال این وجود داره که شناسایی بشه دستگاه ماینرتون و توقیف بشه. علت دوم که مصرف برقش بالاست، هم مصرف برق خود ماینر بالاست، هم دستگاه های خنک کننده کولرینایی که میخوان نصب کنین اینا 24 ساعت فعالن، مصرف برق بالایی دارن. مورد سوم و چهارم هم گرما و صدایی هستش که دستگاه های ماینر تولید میکنن. این از اون چیزی که حالا من فهمیدم. البته اگر شما استفاده کردین دستگاه ماینر رو یا یه سری اطلاعات جامع تری دارین، حتما توی کامنت با همون به اشتراک بذارین، ما هم اطلاع پیدا کنیم، بقیه بچه‌ها هم استفاده کنن. مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدافظ.